رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی، سلام عرض ادب. عرض درود و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان گرامی و محترم شبکه. بزرگواری آقای رئیسی، همطور که در گزارش اشاره شد، تصویب این قانون چه نکات مثبتی را به نفع مسلمانان اویغور به همراه خواهد داشت؟ بفرمایید. این نوع تلاش و این نوع اقدامات از جمله همین مسئله مصوبه مجلس نمایندگان در جهت تنویر افکار عمومی خیلی مؤثر، با توجه به اون سرکوب شدیدی که چین علیه مسلمان ها که مسابقه نسل کشی هست رو میتونید که اعتراض، حتی گفته شده است که متأسفانه زنان واردار رو از کنم مورد تجاوز و اذیت قرار میدن و حتی مردم مسلمان مسلمانان اویغور رو عقیم میکنن برای جلوگیری، یعنی به حد نسل کشی این ماجرا رسیده. انتها همونطوری که فرمودید، ببینید این قانون باید بره سنا تصویب بشه، اما با توجه به روابط فیما بین چین با آمریکای بایدن، با توجه به مذاکراتی که اخیراً آقای شی رئیس جمهور چین با بایدن داشته و اونجا صحبت کرده که تا 2030 یعنی تا 2030 نیازمند رسیدگی به امور اقتصادی و سامان بخشی به اون قسمت هست، ما باید منتظر باشیم که آیا رئیس جمهور بایدن از حق وتو خودش استفاده میکنه یا از این حق استفاده نمیکنه. در صورتی که به تصویب سنا برسه و اگر بایدن پای اون بمونه، بله، یک قانون خیلی مثبتی است که آثار خوبی در سطح بین الملل از خودش بر جای خواهد گذاشت. بله، آیا تصویب این قانون در کاهش ایجاد فشار توسط چینی‌ها نسبت به مسلمانان اویغور مؤثر خواهد بود؟ قطعاً تصویب این قانون و هر گونه تصمیمات مثبتی که در جهت وضعیت مسلمانان در ایالت سینکیانگ و به خصوص مسلمانان اویغور انجام بشه، این یک کاهشی رو در اون حجمه بسیار سنگینی که ما از سوی حکومت چین علیه این مردم مظلوم و بیپناه شاهد هستیم اثر خواهد داشت و کاهش خواهد داشت، به خصوص که این مصوبات و تصمیمات اگر از جمله همون مصوبه‌ای که حدوداً یک ماه پیش هم در بخش حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومی به تصویب رسید، اینها جهت تنویر افکار عمومی و آشنایی مردم جهان با این مظالم، اون آثار اصلی خودش رو در جلوگیری و کاهش اون مسئله خواهد گذاشت و تحقیقاً این یک اقدام بازدارنده بسیار مثبت در برابر حکومت چین و جلوگیری از این همه مظالم هست، بدون شک این اثر خواهد داشت. بله، پس از تصویب این قانون، کشورهای اسلامی حامی چین که تاکنون رفتارهای ضد حقوق بشری چین را نادیده گرفتن، با توجه به فضایی که در سطح بین المللی ایجاد خواهد شد، آیا در رفتار خود تجدید نظر خواهند کرد؟ متأسفانه کشورهای اسلامی به خاطر اون وابستگی و نیازمندی هایی که به تکنولوژی چین به خاطر ارزانی نیروی کار و تولیداتی که دارن و سطح نیازمندی برای انتقال انرژی و وابستگی که در زمینه دارن، متأسفانه تا کنید یک برخورد مثبت و قابل توجه و قابل قبولی رو از خودشون ارائه ندادن. تحقیقاً اونجا هم کشورهای اسلامی، اینجا منظور ما از کشورهای اسلامی حکومت کشورهای مستقر اسلامی است، به دنبال افکار عمومی خود مسلمانان جهان تحقیقاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. متاسفانه ما شاهد برخورد منفعلانه و حتی ضعیف کشورهای اسلامی تاکنون بودیم و امید می‌دهیم که با تصویب این قانون و به تأسی از این قانون و به نظر من بالاتر از اون، خود افکار عمومی مردم مسلمان جهان و به خصوص کشورهای اسلامی این منطقه، سران کشورهای اسلامی و دولت‌های کشورهای اسلامی
یک اقدام مؤثر و جدی و قاطعانه داشته باشن، که از جمله میتونم پیشنهاد مطرح بکنم که مثلا سازمان و کنفرانس اسلامی میتواند با یک اجلاس قوی و صدور یک بیانیه بسیار قاطعانه و حتی تصمیم گیری برای جلوگیری ولو موقت در این نیازمندی من کشورها به انتقال انرژیشون به طور موقت قطع ارسال انرژی به چین، این بسیار بسیار میتواند مؤثر باشه در جلوگیری از ادامه این رفتارهای جنایتکارانه علیه مسلمانان. تشکر میکنم از همراهیتون. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه بودند.